سلام و درود خدمت شما همراهان کانال دکوپاژ، خدمت دکتر مزدک پورجعفر عزیز هستیم از کانون روان درمانگران استان آنتاریو کانادا و میلاد فیضی عزیز از کارشناسان سینما تئاتر و اسطوره شناس و افسانه شناس ما که ما بهش افتخار میکنیم که باهاش دوستیم و برنامه خوبی میریم. امروز میخوایم همینطوری که قلاده بودیم که با هماهنگی میلاد عزیز با جناب مزدک پورجعفر عزیز آشنا شدیم و دعوتشون کردیم بیان و میخوایم یک سری برنامه ها داشته باشیم و گفتیم چه بهتر این که درباره فیلم عنکبوت صحبت کردیم در مورد سعید حنایی و اختلالات روانی و کلن اون اتفاقایی که میتونه بیفته، این دست اتفاقایی که بیفته یک انسان این چنین بخواد خشونت در وجودش فوران بزنه و خون سرد هم باشه صحبت بکنیم. من تریبون رو در اختیار جناب آقای مزدک جعفر میذارم، اگر سلامی هست بفرمایین و بعد میلاد عزیز و بعد بحث رو شروع بکنیم. بفرمایین. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه و تشکر میکنم از جناب علی آقای مهدی گنجی عزیز و آقای میلاد فیضی که به من فرصت رو دادید. من مزدک پورجعفر هستم، کارشناس ارشد روانشناسی و عضو کالج روان درمانگران ایالت اونتاریو در کانادا. در حال حاضر در دو مجموعه مشغول کارم، یک مجموعه در واقع کار کانسلینگ داریم انجام میدیم به نام برایت ساید کانسلینگ سرویسز و در کالج CDI هم من کار تدریس رو انجام میدم. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم از این فرصت بتونیم استفاده بکنیم که دانش جمعی رو ارتقا بدیم در رابطه با اختلال‌های روانی. خیلی متشکرم از لطفتون. الان میام سراغتون، یه چند سوالم داریم حتما فکر می‌کنم که مفید هستش. میلاد عزیز بفرمایید اگر سلامی هست. منم سلام عرض کنم خدمت شما دو دوست عزیز گرامیم و مخاطبای گل و دوست داشتنیمون. اول از همه بعد از مدت‌ها دارم همکاری میکنم دوباره در یک زمینه سینمایی با مزدک عزیز و خیلی خوشحالم. آخرین همکاری ما چیزی بالغ بر 20 سال پیش بود که البته اینم خدمتتون بگم مزدک عزیز سابقه کارهای سینمایی هم داره ها، فکر نکنید دکتر عزیزمون قبلا کار سینمایی هم انجام داد. خودم در خدمتشون بودم توی یکی دوتا کار کوتاه اون زمان نزدیک 20 سال پیش. حالا دوباره توی زمینه سینمایی داریم با هم همکاری میکنیم، باعث افتخاره. بله خیلی عالی شد که حالا طبق اون صحبتایی هم که خودم بابشو باز کردم در صحبتی که راجع به عرض کنم به حضورتون فیلم عنکبوت داشتیم برای مخاطبون عزیزمون که اگه بتونیم از یک دکتر روانشناس، یک متخصص روانکاو استفاده بکنیم برای تشریح این مسائل و معضلاتی که به وجود اومده چه در مسئله سینمایی چه اصلا خارج از سینما، اصلیت قضیه رو بتونیم بهش بپردازیم خیلی خوب خواهد شد. مهدی جان من در خدمتتون هستم، حالا ایشالله صحبتی بود سوالی بود من در خدمتم. سپاسگزارم. ما مبنا رو بر فیلم عنکبوت میذاریم که فیلم عنکبوت یک شخصیتی به نام آقای سعید حنایی که شروع کرده بود به کشتن سریالی به قول خودش زنان خیابانی که یک اون خودش یک معضل، حتما الان بهش میرسیم. من چون که میدونستم که با آقای مزدک میخوایم صحبت بکنیم و سوالاتی که آماده کرده بودیم و میخوایم ازشون بپرسیم، اولین سوالی که ذهن همه رو درگیر میکنه که آیا سعید حنایی به نظر شما با وجود اینکه مستندش رو دیدید و فیلمش رو دیدید مبتلا به اختلالات روانی بوده یا صرفا بر اساس اعتقاداتش این کار رو انجام میداده؟ اعتقادات صرفا میتونه خودش مستقل عمل بکنه یک انسان رو به این ورطه بکشونه یا اینکه اصلا مرتبط نیست با اعتقاداتش، این یک اختلال روانی بوده که ما اعتقاد هم بهش متصل میکنیم؟ ممنون میشم، مرسی. بفرمایید. خب لازمه که در اینجا یک نکته رو مشخص بکنیم، اونم اینه که بعضا افرادی که دچار اختلال‌های شخصیت هستند از بعضی از مبانی اعتقاد دینی به عنوان نوعی بهانه یا اکسکیوز استفاده میکنن که کارهای خودشون رو توجیه بکنن و این قضیه فراوان دیده شده. ما فراوان دیدیم افرادی که سریال کیلر هستن، قاتلین زنجیره‌ای هستن، افرادی که تروریست هستن از مبانی اعتقادات مذهبی و یا ملی برای توجیه اعمال خودشون استفاده میکنن. به نظر من بسیار دشوار هست که بگیم که آقای سعید حنایی دقیقاً مبتلا به چه اختلال روانی بوده
برای اینکه برای این کار همونطور که میدونید ما نیاز به انجام ارزیابی بالینی داریم، مصاحبه بالینی، ارزیابی روانی، استفاده از آزمون‌های گوناگون و بعد میتونیم نظر بدیم. ولی با توجه به کیس های مشابهی که بررسی دقیق و ارزیابی دقیق روانی شدن، میتونیم بگیم که بله، ایشون مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی بوده یا آنتی سوشال پرسونالیتی دیزوردر، و آنچه که کرده و دلایلی که آورده صرفاً برای توجیه اعمالش است. همونطور که گفتم موارد مشابه فراوانی هم در کشورهای دیگه و همچنین در کشور خودمون قبلا مشاهده شده. بله دقیقا ما مشابه دیگرش رو داشتیم. عرضم به حضورتون که آقای غلامرضا خوشرو بوده که به عنوان خفاش شب معروف بوده، و از این دست ما مهین قدیرپور رو داشتیم که سال 88 و 89 به نام مستند مهین هم اومده. اینها بعد از یک مدتی لذت می بردن از این کار، و اینکه شما حالا به هر حال چون فیلمش هم دیدید و مستندش رو دیدید، سوای تشابهات ظاهری که بین این دو شخصیت، حالا کارگردان تونسته آقای ابراهیم ایرجزاد بتونه این تشابهات در بیاره، مثل آقای میلاد عزیز، مثل آقای مهدویان که جز به جز فیلمهاش رو سعی میکنه که مطابق با اون زمان و اون شخصیت ها باشه، ایشون هم همین کار رو انجام داده. من این سوال کوچیک رو از میلاد بپرسم، آیا تو این زمینه تونسته از لحاظ ظاهری تأثیری میتونسته بذاره توی فیلم میلاد که این شباهت رو بخواد برسونه به ما؟ چون خیلی ها سعید حنایی رو بعد از دیدن این فیلم سرچ کردن و شناختن، از جمله خود من، از جمله خیلی از دوستان دیگه که دیدن. آیا این تشابه رعایت کردن به نظر شما درسته؟ تا من بعد این سوال دیگه از جناب آقای مزدک بپرسم که اینم خیلی مهمه، سه تا سوال در قالب یک سوال حتما پاسخ خیلی خوبی خواهیم داشت. میلادم بشنویم. خواهش میکنم مهتی جان. اول من یه عذرخواهی بکنم از مخاطبین عزیزمون، میبینید من اینجوری جمع شدم تو خودم، گوله شدم این پایین. مازندران بسیار سرده در نیمه اردیبهشت ماه، حتی نیمه اردیبهشت ماه ما رد کردیم، ولی اینجا اینقدر سرده، من دوتا ژاکت پوشیدم و کماکان سردمه. عرض کنم به حضورتون که ببین، ژانر اثر خیلی تاثیرگذاره که این کارگردان بخواد چطور این ماجرا رو نمایش بده. ما میبینیم که در این اثر کارگردان نیامده است حقایق رو فدای دراماتیزه کردن فیلم نامش بکنه، و اومده مو به مو و نعل به نعل از روی اتفاقاتی که رخ داده فیلمش رو ساخته. به نوعی میشه گفت کارگردان حتی یک بازسازی مستندگونه انجام داده از این روایت. اما تنها تفاوتی که میتونیم بگیم این فیلم، این دسته فیلم‌ها با فیلم مستند دارند، یعنی نمیتونیم عنوان مستند رو روی اینها بذاریم، حتی مستند داستانی، اینه که بی‌طرفی یک دوربین کنجکاو رو ما دیگه در این گونه آثار نداریم، بلکه ماجرا رو از دیدگاه کارگردان نمایش میدیم برای بینندمون. در صورتی که شما دوستان عزیزم میدونید در فیلم مستند دیدگاه شخص فیلمساز به هیچ عنوان در خلق اثر مؤثر نیست، همان گونه که اتفاق افتاده روایت میشه. اما در این اثر ما میبینیم که گاه گاهی حتی کارگردان داره سعی میکنه دل ما بسوزه برای سعید حنایی، یعنی گاه گاهی داره یک سری اون به قول مزدک عزیز بهانه هایی که سعید حنایی برای خودش می آورد رو با یک سری دلایل و منطق ها برای ما توجیه کنه، به همون نشون بده، و شخصیتی که داره از سعید حنایی خلق میکنه یه جورایی یه آدم عادی در اجتماع. چرا داره این کار رو میکنه؟ به خاطر اینکه یه گونه پیامی که توی این فیلم هم هست اینه که آقا آدم‌های اطرافتون که به همین راحتی از کنارتون رد میشن رو دست کم نگیرید. اینا ممکنه هزاران سعید حنایی در کنار شما زندگی بکنه و شما نمیدونید. و دقیقاً اینجاست که ما احتیاج داریم به آدم‌های مثل مزدک عزیز که تو این دسته برنامه‌ها بیان و برای ما این نشانه‌های این اختلالات رو توضیح بدن که ما بتونیم حساب کار دستمون بیاد و بیشتر مراقب خودمون و خانوادهمون باشیم. بله، این کار به نظر من به خاطر اینکه خیلی سعی کرده کار رو به مستند نزدیک کنه و از یک ژانر اجتماعی مستند داره استفاده میکنه،
هیچ جای اثر رو فدای دراماتیزه کردن نداره، خیلی رو راست و سر راست داره ماجراها رو به قول معروف پیش میبره، چیز دیگه ای بهش اضافه نمیکنه. خب نسبت به چیزی که جناب مزدک گفتن، اختلالات روانی و اعتقاداتی که الان صحبت کردیم در موردش، که الان من سه تا موضوع رو در یک قالب یک سوال ازشون میپرسم. این که ما در یک جای فیلم میبینیم که خب قطعا شخصیت اصلی طی صحبتهایی که شده با خانواده که انجام دادن، قطعا کارگردان به این نتیجه رسیده، ما از یک مزاحمت میبینیم که جرقه این داستان میخوره و ایشون میفته دنبال اون راننده تاکسی که همسرش رو اذیت کرده بوده و برخورد میکنه به زنان خیابانی و این اتفاق میفته، این یه جرقه میتونه باشه. جناب مزدک، تعریف اختلال شخصیت چی میتونه باشه و چه علائمی میتونه داشته باشه؟ اینم میخواستم بدونم که آیا با حالا نسبت به اون چیزی که ما دیدیم میخوایم تشخیص بدیم با توضیحات شما که این کار صرفا تمیز انجام شده یا نه، و اختلال شخصیت به گونه‌ای که ایشون توی فیلم نشون داده چگونه ایجاد میشه؟ به همین ترتیب با یک جرقه ایجاد میشه که میتونه یک فرد قاتل بالفطره باشه و در نهایت این انسان احساس گناه نمیکرد؟ در نهایت ازش پرسیدم آیا احساس گناه میکنه، گفت نه من خدای من راضیه. و تو مستند اصلیش هم ما دیدیم که ایشون میگفتش که بعد از اینکه من این کار رو انجام دادم بارون اومد و وقتی که بارون اومد من متوجه شدم که خدا از من راضیه. پس میتونه یه نفر احساس گناه نکنه با این حال که روی اعتقاد خدا بوده و خودش یه مرد معتقدی بوده؟ ایشون ما داریم توی قرآن هم داریم میگه که ما اصلا کشتن خودش گناهه و مرگ به وجود میاره. اینو میخواستم توضیح بدید، اختلال شخصیت چه علائمی داره و اختلال شخصیت چگونه ایجاد میشه و احساس گناه در فرد میمیره یا هست بیداره و سراغش نمیاد؟ خیلی متشکرم. بله، اما درباره اختلال شخصیت یا personality disorder، اختلال شخصیت الگوی پایدار و ناسازگارانه تفکر، احساس و رفتار است. یعنی فردی که مبتلا به اختلال شخصیت، اولا این الگوی ناسازگارانه رو داره. یعنی آدم در دوران کودکیش هم چندان سازگار نبوده، در محیط کارش هم قبلا درگیری فیزیکی داشته، حتما شنیدین تو پروندهش هم این قضیه قید شده. این آدم سابقه هم برای درمان اختلال‌های روانی در یک بیمارستان داشته که البته ما اطلاعاتش به جزئیاتش دسترسی نداریم به دلیل بحث کانفیدنشیالیتی و محرمانه بودن. بنابراین شما در اختلال شخصیت یک الگوی پایدار ناسازگارانه از تفکر، احساس و رفتار رو می‌بینید. و در مورد ایشون هم همینطور بوده. یعنی در مورد ایشون هم در واقع پرخاشگری‌هایی در قبل از این حوادث منجر به قتل مشاهده شده بود. نکته ای رو که اشاره کرده بود که در واقع موضوع همسرشون شدند و این باعث شده که دست به انتقام گیری بزنه، اتفاقا نشان دهنده اینه که تفکر در اختلال شخصیت تا چقدر میتونه غیر منطقی باشه. برای اینکه به طور قطع با کشتن دیگران ما نمیتونیم معضل زنان خیابانی رو حل بکنیم، در واقع معضل پیچیده تر خواهد شد. هر گونه برخورد قهری با چنین پدیده های اجتماعی مشکل رو پیچیده تر و پنهانی تر میکنه و نهایتا نه تنها راه کار نیست، بلکه در رو به روی مسائل جدیدی هم باز خواهد کرد. آیا اختلال شخصیت، این اختلال شخصیت خاص که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم برای که اینا انواع اقسام هستن و خارج از حوصله این برنامه هست، این اختلال شخصیت خاص آنتی سوشال پرسونالیتی دیزوردر، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ریشه در ژن یا در واقع ریشه های زیستی و بیولوژیکی داره؟ بله، پاسخ مثبت هست. به نظر میرسه که آنتی سوشال پرسونالیتی دیزوردر یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی ریشه های ژنتیکی یا وراثتی داشته باشه و در واقع بررسی متعدد نشون داده که در بعضی از خانواده ها رفتارهای این چنینی در نسل های متوالی مشاهده میشه. این نکته برای من بسیار جالب بود که زمانی که با مادر ایشون مصاحبه کردن، ایشون خیلی با افتخار صحبت میکرد از اینکه تا چه حد نسبت به بچه ها در واقع تنبیه فیزیکی اعمال کرده
و با افتخار هم میگفت که اگه من هم این موقعیت رو داشته باشم با زنانی که مطابق با الگوهای اعتقادی من نیستن برخورد قهری خواهم کرد. بنابراین انگار این که گفتیم زمینه‌های ژنتیکی وجود داره این قابل بررسی و مطالعه بیشتر است. اما ژن به تنهایی معمولا اختلال رو ایجاد نمی‌کنه. ما در روانشناسی تعبیری داریم، میگیم اختلال‌های روانی بایو سایکو سوشال هستن، یعنی هم جنبه زیست شناختی دارن هم جنبه روانشناختی و هم جنبه اجتماعی. مجموعه این عوامل هست که اختلال رو ایجاد میکنه. بله، ایشون قطعا زمینه ژنتیکی داشته و اون اتفاقی که برای همسرشون افتاده فقط یک تریگر یا چکاننده بوده که باعث شده که اون زمینه قبلی فعال بشه. زمینه ای از رفتار پرخاشگرانه، زمینه ای از بیتوجهی به حق و حقوق انسانهای دیگر. و نکته جالب به این اختلال اینه که افراد مبتلا فاقد احساس گناه و پشیمانی هستند. همونطور که میدونین مجرمین چند هستند. بعضی از مجرمین بعد از ارتکاب جرم دچار احساس گناه میشن. گاهی اوقات این احساس انقدر شدیده که به خاطرش خودشون رو معرفی میکنن، برای که نمیتونن احساس رو تحمل بکنن. ولی مجرمین رو هم داریم که به هیچ وجه احساس گناه و پشیمانی ندارن و حتی علاقه من به ادامه کارشون میشن. در قسمتی از اعترافاتشون گفته که اگر من دستگیر نمیشدم میخواستم 150 زن خیابانی رو به قتل برسونم. همونطور که میبینید و مطمئن هستم که شما فیلم رو هم با دقت دیدید، حتی هیچ نشانه بدنی حاکی از پشیمانی و ندامت در بدن و چهره ایشون دیده نمیشه. یعنی اگه به فیشال اکسپرشن این آدم دقت کنید، به زبان چهره این آدم دقت کنید، هیچ گونه پشیمانی و ندامتی درش نیست. خب قطعا این بسیار غیر عادی هست و این خودش نشانه اختلال شخصیت ضد اجتماعی است. یا مثلا نکته که شما اشاره کردید که گفت که بعد از که من قتل رو کردم باران آمد و من اون رو به فال نیک گرفتم یا احساس کردم که یعنی که من کار درستی دارم انجام میدم. این نوع تفکر خرافی یا باورهای نادرست و غیر منطقی در کسانی که اختلال شخصیت دارن فراوان دیده میشه. اونها پدیده‌های طبیعی رو یا اتفاقاتی که در زندگی میفته به گونه ای تعبیر و تفسیر میکنن که هیچ منطق و عقلی براش وجود نداره. یعنی اگر موقعیت جغرافیایی این آدم توی دماوند بود و اگه دماوند فوران آتش فشان داشت، قطعا پشیمونی بود که خدا آتش بر ما نازل کرده که این کار رو نکنیم. یعنی انقدر میتونه یک 180 درجه انسان تغییر بکنه با مسائل که پیرامونش اتفاق میفته. حالا ما چون فیلم و مستند از این دسته خیلی زیاد داریم، مهین قدیری هم که فیلم و مستند یه ترکیبی از فیلم و مستنده، چون که خانمی هم بازی کرده بود توش توی مستندش و این سیر داستانی رو میبرد جلو، ایشون هم احساس گناه نمیکرد، یه جاهای گریه میکرد فقط به خاطر لحظه وقوع کاری که داشت انجام میداد، ولی به خیلی ریلکس میخندید و میگفت فلانی شانس آورد از دست من رفت، من اینجا بد شانس بودم که نتونستم مثلا اون طلاها رو بگیرم و از این دست. من یه سوال از میلاد عزیز بپرسم که شما صحبت میکردیم برای ما پیش اومد و من یادداشت میکنم. ضمن این که میلاد، ما مستند رو دیدیم، فیلم هم دیدیم و امیدوارم که اینم به دوستانمون بگم که مخاطبین ما هستن، ما در آینده فیلم های از این دست روانشناسانه و روان درمانگرانه رو حتما در برنامه‌مون خواهیم داشت. جناب آقای مزدک هستن، میلادم هستن، از و دوستان دیگه‌مون هم علی عزیز، نازگل و کامبیز دعوت میکنیم که باشن تو جمعمون که بتونیم اونجا سوالای خوبی مطرح بکنیم. یه سوالی که هست، ضمن اینکه مستند رو دیدی و فیلمم دیدی، اختلالات روانی که آقای سعید حنایی باهاش مواجه بوده رو کارگردان چقدر تونسته به خوبی نشون بده؟ و یه سوالی که برای من اینجا مطرح میشه، ایشون تأثیرگذار میتونه باشه با این چنین نوع ساختن فیلم‌هایی؟ ما میتونیم تأثیرگذار باشیم؟ و یه سوال خیلی مهمتری که هست، میخوام همه اینا رو در یک قالب جواب بدی، اینکه ما
صحیح هست که این مسائل رو بیاریم که 20 سال ازش گذشته، 30 سال ازش گذشته و بیاریم دوباره به مردم نشون بدیم و بگیم که یک روزی یک اتفاق این چنینی افتاده، مثل چارلز منسونی که شما فرمودید، حالا قبل برنامه داشتیم صحبت میکردیم، بیاریم یه فیلم بسازیم در موردش و بگیم ایشون یک خشونت اینجوری کرده و همه، یک سری هستن که روشون تاثیر میذاره و میگن خب میشه خوبه بریم این کار انجام بدیم. میلا جان بفهم. ببخشید. بله خواهش میکنم. منم اجازه بدی به ترتیب سوالای شما پاسخگو باشم بیام جلو. ببین مهدی جان، این که به قول معروف چقدر میتونه تأثیر روی اجتماع داشته باشه ساختن این فیلم ها و آیا اصلا به قول معروف میتونه این کارگردان تأثیرگذار باشه روی این به قول معروف مخاطب خودش، نه خب 100% جواب من مثبت هست. مسلماً با ساختن این گونه آثار ما هم به مخاطبین عادی اجتماعمون، انسانایی که این گونه اختلالات رو ندارن و دارن زندگی روتین خودشون رو به لحاظ روانی انجام میدن، داریم میگیم که چطور ممکنه یه آدمایی که به نظر عادی میان، به نظر زندگی راحتی کنار ما دارن، همسایه‌مونن، پسرعمومونن، پسردایی‌مونن، دخترخاله‌مونن، میتونه چی توی وجودشون باشه و چجوری باید مراقب باشین، یه سری مراقبت‌ها رو نسبت به این آدم‌ها انجام بدید، هم به خود این آدم‌هایی که مطمئناً در دسته مخاطبین این گونه آثار هستن و حتی پیگیری می‌کنند این گونه آثار رو، داریم نشون میدیم که تهش کجاست، تهش چی میخواد بشه. و شما اگر دقت کرده باشیم میبینیم که این گونه آثار فقط هم مختص ایران نیست، میبینیم که در تمام کشورهای دنیا، حتی کشورهای صاحب سینمایی مثل آمریکا، مثل فرانسه، مثل انگلیس، از این دست آثار زیاد میسازن، جزو یکی از ژانرهای روتین، ژانر روانشناسی یکی از ژانرهای روتین سینماست و خیلی داره راجبش فیلم توش فیلم ساخته میشه. و اینکه آیا درسته که بعد از چندین سال بخوایم این مسائل رو باز کنیم بیاریم؟ بله. ببین مسلماً این که بعد از چندین سال بخواد این فیلم این ماجرا رو بیاره و راجبش فیلم بسازه، چون این ماجرا مال نیمه دهه 70ه، آره چرا که نه، چون این گونه افراد نمونه هایی هستند که چه در بحث روانشناسی، چه در بحث جامعه ستیزی، چه در تمام بحث هایی که میشه راجب این گونه افراد کرد، به عنوان نمونه راجبشون تدریس میشه مسلماً، و یک فیلمساز هم باید بره سراغ این نمونه ها دیگه، نمونه های که به قول معروف کاملا بولد شده و مشخص شده است. خب سعید حنایی رو شاید من و شما در تهران نمیشناختیمش، ولی مسلماً قاتل عنکبوتی مشهد رو مشهدی ها به خوبی میشناختن از همون دوره، حتی خود ما هم چیزهایی راجبه شنیده بودیم، یه قاتلی 16 تا زن خیابونی رو کشته، یا این چیز خفاش شب رو که به خوبی یادمونه چون توی تهران بود، یا اون بیجه که توی پاکدشت ورامین بچه ها رو کشته بود، یا اون مجیده چی که اونم بالای 20 زن خیابونی، و زن خیابونی تازه نه، زنهایی که متوجه میشد نسبت به شوهرانشون بیوفان و بهشون خیانت میکنند رو کشته بود، چون زن خودش زمانی که توی زندان بوده بنا به دلیلی با پسر خاله خودش بهش خیانت کرده بوده، از زندان که در میاد طلاقش میده و شروع میکنه کشتن اینها. و چقدر جالب و هوشمندانه هم کارگردان اثر اومد اول نشون داد که این رفت سراغ یک معضلی که حالا میشه گفت منطقی تره، یعنی معضل نابسامانی مسافرکش ها در اون دوره ایران که هیچ چیزی نبود، هیچ منطق و اصولی نداشتن اینا، هر کی یه ماشین داشت میتونست بره مسافرکشی بکنه، هیچ جام ثبت نمیشد پلاکش، هیچ جام ثبت نمیشد خودش، اینا هر کاری هم دلش خواست میتونست بکنه بدون اینکه ردی از خودش بزنه، میتونست ماشین رو بدزده مثل خفاش شب، مثل مجید، میتونست پلاک رو بدزده، میتونست هر کاری بکنه. عرض کنم با حضورت رفت سراغ اونها و اولین برخوردی که کرد دید نه زورش نمیرسه، پلیس اومد یقهشو گرفت، مگه تو میتونی، حق داری این کارو بکنی؟ بعد رفت سراغ کسایی که دید زور اونها به این نمیرسه، یعنی این روشون سواره، این میتونه بهشون زور بگه، یعنی زنان خیابانی، زنانی که حتی وقتی از دستش فرار کرد اون دختر آخری و نرفت به پلیس گزارش بده که یه نفر داشت منو میکشت، بعدن که این خانومو در خیابون به جرم فاحشگی میگیرن اعتراف میکنه یه بار نزدیک بوده من کشته بشم و این اتفاق افتاده که اونجا میان اینو میگیرن، یعنی تا این حد
این قضیه به قول معروف این زنا بی‌پناهن و حتی در مورد که قتل هم براشون میخواد انجام بشه نمیتونن به جای تو میخوان بکشنشون نمیرن اعتراض بکنن. خیلی دلم میخواد شما یا خودم مثلا الان این سوال بکنم که از مزدک عزیز اینو بپرسیم که اصلا این بحث زنان خیابانی رو مزدک عزیزم آیا باید به طور کل ریشه‌کن کرد از یک جامعه؟ آیا میشه اصلا این کارو کرد؟ آیا باید این کارو کرد؟ و راه رسیدگی به معضل زنان خیابانی یا سکس ورکر ها چیه؟ مهدی جان ببخشید به جای شما من سوال کردم. نه خواهش کنم. نه اتفاقا یه چیزیه که خیلی برای من همیشه سوال بوده، چون من خودم یک مستند در مورد قلعه و شهر نو سابق ساختم و در مورد صحبت کردم، حالا کارگردانی کردم و جناب آقای بهنام قربانی هم روش گویندگی کرد. اونو حتما به دوستان توصیه میکنم که ببینن، آدرسشو میذارم این بالا علامیت. خیلی درگیره این بودم که آیا ما باید واقعا این چه راه حلی داره که بخوایم که زنان خیابانی رو واقعا به قول میلاد جمعشون کنیم، یه جا متمرکزشون کنیم، چون که از لحاظ من یک سری انسان ها هستن که دوست دارن این رابطه ها رو، یه سری ها حالا از ناچاری میرن این کارو میکنن، یه سری ها اصلا دوست دارن. ما خیلی سایت هایی داریم که طرف از روی درآمدش داره میره این کارو میکنه و لذت داره میبره، میلیون دلاری هم درآمد داره. یکی از چیزایی که حالا من جا موند و بعد برسیم به سوال حل مشکلات زنان خیابانی، سوال اختلالات شخصیتی. اگر سعید، ما توی برنامه‌ای که داشتیم صحبت میکردیم علی حسین پور از ما سوال کرد که آیا اعدام به نظر شما میتونه مفید باشه؟ من گفتم میتونه مفید باشه، نازگل گفتش که نه مفید نیست و اینا رو میتونیم ببریم ازشون استفاده هایی بکنیم که یه چند تا دانشجو بیان که روان شناس هستن، روان درمانگر هستن و بیان بشه از این آدما بتونن که اکتساب بکنن و روشون تحلیل بکنن آیا این اختلال شخصیتی رو میتونستن در کسی مثل سعید حنایی درمانش بکنن و پیگیری بشن، و بعد برسیم سر مشکلات حل مشکلات زنان خیابانی رو هم بشنویم از شما. مرسی. بله، بسیار سوال خوبی کردید. این اختلال شخصیت خاص، یعنی آنتی سوشال پرسونالیتی دیزوردر، در واقع در دوران کودکی شروع میشه، ولی ما تشخیص جداگانه برش میذاریم. ما در دوران کودکی تا قبل از 18 سال از تشخیص conduct disorder یا اختلال سلوک استفاده میکنیم. کودکانی هستند که از همون دوران کودکی نسبت به بقیه کودکان بسیار پرخاشگرند. نسبت به حیوانات رفتار خشونت آمیزی دارند، از آزار حیوانات لذت میبرند. و این گونه کودکان معمولاً تمایل به شکستن قوانین در خانه دارند و همچنین شکستن قوانین در مدرسه. فرار از مدرسه در این افراد خیلی زیاد دیده میشه. قلدری یا بولینگ توی مدرسه در اینها زیاد دیده میشه. زیاد دعوا میکنن، به دیگران زور میگن، به افراد ضعیف‌تر زور میگن. این یک اختلاله که تحت عنوان اختلال سلوک شناخته میشه. علائم دیگری هم داره. اینا از همون دوران کودکی تمایل به تخریب اموال عمومی دارن. تمایل به آتش افروزی در بعضی از اینا مشاهده میشه، به قصد تخریب، به قصد ایجاد تخریب. و با مجموعه این علائم این فرد میرسه به سن بزرگسالی. در سن حدود 18 سالگی این تبدیل میشه به آنتی سوشال پرسونالیتی دیزوردر، یعنی تشخیص که ما میذاریم آنتی سوشال پرسونالیتی دیزوردره یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی. آیا این اختلال قابل پیشگیری هست؟ بله. من فکر میکنم صرف نظر از اون جنبه ژنتیکی که گفتیم، وقتی که ما متوجه میشیم کودکمون رفتار غیر معمولی داره، زیاد در مدرسه دعوا میکنه، قوانین مدرسه رو میشکنه، در خونه خیلی بیش از حد نافرمانی میکنه، با حیوانات خشن هست، وقتی این مجموعه رو میبینیم، زمان درست مراجعه به روانپزشک، روانشناس یا متخصص بهداشت روانی است برای اینکه جلوی رشد این اختلال رو بگیریم. بنابراین قابل پیشگیری هستش و قابل کنترل هست. اگر هم درمان 100% انجام نشه، دست کم شدت اختلال رو میتونیم کنترل کنیم. رفتارهای اگریسیو یا پرخاشگرانه رو میتونیم کنترل کنیم و به این ترتیب میشه از جنایاتی از این دست به راحتی جلوگیری کرد.
یه نکته‌ای که هست این که الان ما در خیلی از جوامع پس با حیوان آزاری‌های شدید روبرو هستیم. یعنی در نهایت ما اگر جلوی این رو نگیریم و درمان نشه، ما در آینده اون آدم‌ها رو مثل سعید حنایی داریم. یعنی اگر یک جرقه‌ای بهشون وارد بشه، نمی‌دونم به ما کلمه ناموس رو بگیم، به ناموسشون تعرضی بشه، اینها میتونن بشن سعید حنایی. تقریبا ما خیلی داریم که توی جامعهمون داره این اتفاق میفته و فکر میکنم چه خطرناکی باشه. بله ببینید، اگر ما حیوان آزاری رو در کودکان میبینیم، یعنی کودک حیوانی رو آزار میده و این به قصد لذته، به قصد یک مراسم خاص یا جزئی از فرهنگ و آداب اون جامعه نیست، این یک در واقع رد فلگ برای ما، یک هشداره و باید این کودک رو دقیق‌تر بررسی کرد و حتی امکان بایستی تحت درمان قرار بگیر. یه حالا سوالی که من دوباره ازتون بپرسم، این که خیلی برای ما جالبه، این که توی گفتید که المان‌هایی رو نام بردید و از سن 18 سالگی تا سن 18 سالگی ما میتونیم که اینو کنترل بکنیم یا کلن درمانش بکنیم، یا از بعد از 18 سالگی میتونه، که من فهمیدم شما گفتی از بعد از 18 سالگی میتونه خطرناک باشه، درسته؟ ببینید در هر سنی میتونه خطرناک بشه، حتی کودک میتونه کودک دیگری رو به قتل برسونه. در هر سنی این اختلال میتونه خطرناک باشه. تا قبل از 18 عنوانی که به لحاظ تشخیصی میذاریم conduct disorder هست یا اختلال سلوک. بعد از 18 سال ما از تعبیر anti social personality disorder یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی استفاده میکنیم. ولی به نظر من این خطر حتی در دوران کودکی هم هست و بارها دیده شده کودکی دیگری رو به قتل رسونده یا به شدت به کودکی دیگری صدمه زده یا حیوانات رو کشته و یا به اونها صدمه زده. بنابراین از همون دوران کودکی هست که ما باید در واقع پیشگیری و درمان رو شروع کنیم. حتی اگر این اختلال به طور کامل درمان نشه، دست کم شدت اختلال کاهش پیدا میکنه و احتمال اینکه خدا نکرده منجر به قتل بشه یا منجر به آسیب شدید به دیگران بشه کاهش خواهد یافت. من اگه میبینی که چهرم همش اینجوریه، خاطر که همش دارم اینا رو تحلیل میکنم توی ذهن خودم و میبینم که خیلی وحشتناکه واقعا اگر بخواد یه انسانی، و این میشه عوامل خشونتی که توی جامعه میتونه باشه. برای حل مشکلات زنان خیابانی راهکار چی میتونه باشه؟ اینم در ادامه من سوال کرده بودم از میلاد هم میپرسیم. بسیار سوال مهمیه، برای اینکه ما تو این داستان در واقع دو نکته بسیار مهم داریم. یک نکته اختلال های روانی است و اینکه چطوری یک اختلال شخصیت میتونه منجر به قتل بشه، و یه نکته دیگه هم بحث زنان خیابانی. پدیده سیکس ورکر ها یا کارگرهای جنسی خیابانی در همه جای دنیا وجود داره. این یک واقعیت است. در همه جای دنیا، شرق غرب، شما میتونید رو ببینید. ما اگر بخوایم این پدیده رو کنترل بکنیم و آسیب های اون رو به حداقل برسونیم، ابتدا باید علل این پدیده رو شناسایی کنیم. در زنان خیابانی دو علت بسیار مهم دیده میشه. در درجه اول فقر شدید و فقدان مهارت‌های شغلی، یعنی طرف شغل دیگه‌ای رو نمیتونه اختیار بکنه اصولا، و دومین نکته اعتیاد هستش. اکثریت قریب به اتفاق زنان خیابانی اعتیاد دارن. اعتیاد خودش میتونه عامل شروع فحشا بشه، عامل شروع کار به عنوان یک سکس ورکر بشه. بررسی که در دهه 90 در ایتالیا انجام شد نشون داد که 60% از زنانی که معتاد به هروئین هستن برای تأمین هزینه هروئین خودشون به فحشا رو میارن. بنابراین ما اگه میخوایم پدیده زنان خیابانی رو کنترل بکنیم، باید فقر رو کنترل کنیم اول، و باید زنان رو توانمند کنیم، امپاورینگ باید انجام بدیم، به زنها آموزش خوب بدیم، مهارت‌های شغلی یاد بدیم، امپاورشون بکنیم که فقیر نباشن و بتونن زندگی شرافتمندانه داشته باشن، و در درجه بعد یا همزمان با اون باید با اعتیاد مقابله کنیم. باید پیشگیری و درمان اعتیاد رو توسعه داد در جوامع. عوامل خطرساز اعتیاد رو به حداقل رسون، عوامل مسون ساز رو یا پروتکتیو رو یا پیشگیری کننده رو باید به حداکثر رسوند.
پس این راهکار عمده است. اما حتی اگر همه این کارها رو هم بکنیم، باز تعدادی از زنان خیابانی یا سکس ورکرها باقی خواهند موند. برای اینکه اینجا بحث عرضه و تقاضا هم مطرحه، ما از اون طرف باید مردان رو هم در نظر بگیریم. مردانی هستن که بنا به دلایلی به دنبال این ارتباط ها هستن، دلایل متعددی داره. و تعدادی از زنان حتی با وجود تمول مالی هم ممکنه چنین رفتارهایی رو از خودشون نشون بدن. برای اونها چه باید کرد؟ من معتقدم در هر جامعه‌ای باید مطابق با فرهنگ اون جامعه برای اون دسته قلیل راه حل سازی بشه. در جوامع غربی خب مراکز خاصی برای این زنان هست و در اونها در اون مراکز متمرکز هستن. تمرکز اونها در مرکز و نه رفتنشون در خیابان نکته بسیار بسیار مهمیه. برای اینکه وقتی اونها رو در یک مرکز داشته باشید، امکان انجام مدیکال تست ها انجام وجود داره. شما میتونید پیشگیری بکنید از HIV/AIDS، پیشگیری بکنید از هپاتیت و سایر بیماری های مقاربتی و پیشگیری بکنید از حاملگی های ناخواسته و پیشگیری بکنید از خشونت نسبت به این دسته از زنان. بنابراین اینکه در مراکز خاص مشغول به کار باشن در جوامع غربی راه حلی بوده که دنبال کردن. در جوامع شرقی بر حسب فرهنگ هر جامعه راهکار خودش رو داشته. به عنوان مثال در فرهنگ ما ازدواج موقت یا مراکزی برای ازدواج موقت میتونه راه حلی برای بعضی از این افراد باشه. اگرچه من معتقدم باز هم مهمترین کاری که مسئولین باید انجام بدن مقابله و مبارزه با فقر هست و مقابله و مبارزه با اعتیاد هستش. من یه سوالی هم بود، ببخشید میلاد جان، چون من یه سوال اینجا یادداشت کردم بعدا از شما میخوام بپرسم. این الان برای من این سوال پیش اومد که ما بیمار جنسی هم داریم. بله. و این بیمارهای جنسی هر چقدر هم میلیون دلار هم اگه پول داشته باشن، باز هم به یه نحوی عمل میکنن که خب من اینجا توی ترکیه به وفور دیدم، از هموطنهای خودمون رو دیدم که دچار این بیماری هستند، حالا چه متأهل باشن چه نباشن. اونا رو فکر میکنید که اگر یک مراکزی باشه که بتونه اینا رو درمان بکنه، اونها قابل درمان هستن از لحاظ؟ بله، در واقع شانس درمانیشون هم بسیار بالاست. ولی به نکته مهم اینجا اشاره شد. من فکر میکنم که گاهی اوقات وقتی صحبت از مشکلات جنسی یا اختلالهای جنسی یا بیماریهای جنسی میشه، نوعی شرم و حیای بیش از اندازه مانع از این میشه که افراد به دنبال درمان برن. من فکر میکنم که بعضی از افراد ترجیح میدن به زندگی خودشون که چندان هم سالم نیست ادامه بدن، ولی هرگز به یک دکتر مراجعه نکنن یا هرگز به یک روانشناس مراجعه نکنن و این باعث پیچیده تر شدن مسائل خواهد شد. ما باید ابتدا شرم در واقع ناسالم رو از روی این قضیه برداریم، افراد رو تشویق کنیم، با متخصصین بهداشت روانی صحبت کنن. اگر احساس میکنن رفتار جنسیشون عادی نیست یا از زندگی جنسیشون رضایتی ندارن و یا فراتر از اون احساس میکنن رفتار جنسیشون به دیگران صدمه داره وارد میکنه، حتما باید برای درمان مراجعه کنن. سپاسگزارم. اینم مسئله خیلی مهمیه که حتما باید بهش برسم. و فکر میکنم که ما داریم توی سینما فیلم های از این دست داریم که حالا ما یه ذره سربسته تو سینما ایران بهش میرسیم، ولی فیلم هایی هستش که تو سینمای جهان بهش پرداخته شده. برای سوال آخری که از من از میلاد عزیز بپرسم، آیا هنرمندان، کارگردانان، نویسندگان وظیفه این رو دارن، یعنی وظیفه‌شون رو یا خوب انجام میدن در قبال این چنین موضوعاتی، یا اصلا یا وظیفه دارن که بیان توی این هیته فعالیت بکنن؟ اینم من بدونم که بینندگانونم مطلع بشن. بله بله، حتما سوال بسیار بسیار خوبی هم کردی که باعث درگیری های بسیار هست بین به قول معروف چه کسایی که به صورت آکادمیک وارد هنر شدن، تو این قضیه تخصصی تر دارن دنبال میکنن، متخصص این قضیه، و چه کسانی که هنر رو دوست دارن فقط و متخصص هنری هم نیستن، همیشه این قضیه درگیری های خودش رو داشته. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، مهدی جان، راجع به این مسئله ای که شما مثال زدی و به قول من فیلمی که راجع به
معضلات جنسی ساخته شده، یکی از زیباترین فیلم هایی که دیدم که طرف دچار اختلال جنسی، فیلم نیمفومونیاکه که نمیدونم مزدک عزیزم این فیلم رو دیده یا نه. فیلم نیمفومونیاک فوق‌العاده زیبا در دو قسمت خیلی بلند، فیلم بلند دانمارکی هم هست همینطور که میدونین، به این ماجرا میپردازه و چه فیلم زیبایی هم هست. متی عزیزم ببین، من همیشه حالا به عنوان یک کسی که چند تا پیرانی توی عرصه هنر پاره کرده، همیشه توی بحثام این مثال رو میزنم و این صحبت رو مستقیما از دهان بهرام بیضایی کبیر شنیدم در دوره دانشجوییم، مستقیما تعریف کرد این قضیه رو برای ما و خودم هم بعداً با توجه به تحقیقاتی که داشتم به این نتیجه رسیدم وظیفه یک هنرمند نشون دادن معضلات اطرافشه. حالا اینکه چطور این معضلات رو نشون بده، چگونه این معضلات رو نشون بده، ربط به اون سبک هنریش، به اون سیستم هنریش، امکاناتش و هزاران چیز دیگه داره. یکی از نمادگرایی استفاده میکنه، یکی از اسطوره ها استفاده میکنه، یکی مستند میسازه، یکی نقاش سورئالیسته، یکی نقاش دادائیسمه، یکی موسیقی میسازه که اون حال و هوا رو القا بکنه، یکی دنبال تئاترش داره میره. مسلما هنر، کسی که اسمش هنرمنده، به دنبال نشون دادن معضلات اطراف خودش هست، حالا بستگی به وسعت دیدش، یکی در حد محله خودش، یکی در حد شهرش، یکی در حد کشورش، یکی در حد جهانی. ما مثلا چارلی چاپلین رو داریم که فیلم هایی که میسازه برای یک جهان گویاست، معضلاتی رو نشون میده که یک جهان باهاش دست به یقه، دست به گریبانه. ساجیو دیترای هندی رو داریم که فیلم هایی که میسازه معضلات انسان رو مطرح میکنه، نه انسان هندی رو، یک انسان رو به طور کل. و حالا فیلمسازایی هم داریم که در حد کوچه و محله خودشون فیلم میسازن، فیلم های قشنگی هم میسازن، طرفدارای زیادی هم دارن، ولی وسعت دیدشون در همون حد کوچه و محل خودشونه که نمیخوام نام بیارم، خودتون حتما میشناسیدش، ولی نام نمیارم چون با مخاطبین این آدم و علاقمندان این آدم سرشاخ شدن یه خود کار مشکلی، قبلا صابونشون به تن خورده. یک هنرمند وظیفه داره، یک هنرمند تمرین میکنه معضلات و مشکلاتی رو در اطراف خودش ببینه که کس دیگه ای نمیبینتشو، نتایجشو حس میکنه اون اشخاص دیگه ولی نمیبینه، علت رو نمیفهمه، نمیبینه این مشکل کجاست، چجوری داره نشون میده خودش رو. هنرمند تمام کارش در زندگیش اینه که تمرین کنه تا اون رو ببینه و بعد ارائهش بده به مخاطب خودش، نشونش بده به مخاطب خودش. بزرگترین درگیری که پیش میاد بین هنر دوستان و هنرمندان در این زمینه اینه که میگن باید راه حلی هم ارائه بشه یا نشه. استاد بیضایی اینو میگفت و من هم دقیقاً به این قضیه اعتقاد راسخ دارم و درصد بالایی از جامعه هنری هم به این قضیه اعتقاد بسیار خوبی داره که هنرمند وظیفه نداره راه حل نشون بده، هنرمند وظیفه داره مشکل رو نشون بده. ارائه دادن یک راه حل برای حل اون مشکل، ارائه دادن راه حلی است از دیدگاه اون سازنده اثر، نه اون جامعه. سازنده اثر با توجه به خانوادهش، با توجه به مطالعاتش، با توجه به شخصیتی که برای خودش ساخته، یک راه حلی داره برای حل اون معضل. اون راه حل رو من ندارم، شما نداری، همسایه من نداره، اشخاص دیگه جامعه اون راه حل رو ندارن. اونها باید از طریق شخصیت خودشون و از طریق دیدگاه خودشون به راه حلش برسن که بتونن حلش بکنن. وقتی ما معضلات کودکان کار رو ارائه میدیم، یه نفر مثل میلاد فیضی میاد میگه آقا من بیام از سایکودراما استفاده کنم برای حل کردن معضلات روانی این کودکان، دکتر پور جعفر میاد میگه آقا من بیام اینا رو باهاشون صحبت کنم، درمانگریشون بکنم، مهدی چیز میکنه، یه نفر دیگه فقط در این حده که آقا من یه پولی بهش بدم، یکی دیگه در این حده که من غذاشو تامین بکنم. ببین راه حل رو ما اون سازنده اثر نمیتونه ارائه بده، اون باید مشکل رو نشون بده. بزرگترین وظیفه‌ش همونه و اگر بتونه این کارو بکنه، بزرگترین وظیفه خودش رو انجام داده. و مهدی جان این رو هم اینجا بهش اشاره بکنم، کسانی که کار هنری میکنن دو دستند، یا هنرمندند یا تکنسیان هنریند. این دوتا خیلی با هم فرق میکنند. تکنسیان هنری کسی است که در یک عرصه هنری تخصص اجرایی داره و بلد اون هنر رو انجام بده و در کارش بسیار هم مهارت ممکنه داشته باشه. اما هنرمند کسی است که درک کرده اون تخصص هنری خودش رو و خلق میکنه، چیزی رو میسازه که قبل از خودش وجود نداشته. این آدم میشه هنرمند. خب ببین، این که ما بتونیم دستگاه شور رو در موسیقی اصیل ایرانی به بهترین نحو ممکنش اجرا بکنیم، کار یک تکنسین هنری است.
ولی اینکه ما یک سبک موسیقیایی که قبل از ما وجود نداشته، حالا من متخصص موسیقی نیستم، دوستان بر من خورده نگیرن اگر اشتباه گفتم، یک سبک موسیقیایی رو به وجود بیاریم که قبل از ما وجود نداشته، مثلا مثل کاری که آقای فرهاد انجام داد، قبل از خودش این سبک تو ایران وجود نداشت، ایشون اومد مثلا اولین بار این کارو خوند، یا مثلا حالا هرچی تک شد شناخته شده شد به اون سبک، این میشه هنرمند. میدونی چی میگم؟ یا مثلا استاد شجریان توی بحث تلفیقات این گوشه ها و ردیف ها و هنر که من اصلا توشون وارد نیستم، مثلا به خلاقیت های رسیده بود و کارهایی رو میکرد که قبل از خودش انجام نداده بودن. خب این آدم میشه هنرمند، ولی کسی که میتونه این کارو به بهترین نحو انجام بده هنرمند نیست، به خاطر تکنسین هنریه. به خاطر همینم هم هست این همه اختلاف قیمت و این همه اختلاف ارزشی بین یک اثر کپی و یک اثر اورجینال. هنرمند وظیفه‌اش نشون دادن معضلات اطرافش، نه ارائه دادن راه حل. این نظر نهایی من راجع به این قضیه. ممنونم. من برای سوال آخر یه سوالی از جناب آقای مرزک عزیز بپرسم و برنامه رو به پایان برسونیم. برای برنامه اول خیلی من لذت بردم، برای اینکه حضور شما اینقدر انرژی داشت برای من حضور میلا و شما دو تا دوست قدیمی اینقدر انرژی خوب داشتین که من لذت بردم. من فکر کنم باید در انتهای برنامه رنگ پشتمو سبز بکنم، همه چیز رو سبز کنم. یه سوالی که برای ما پیش اومده بود و از بچه‌ها هم پرسیدیم، اگر در مورد شخص خود سعید حنایی صحبت می‌کنم، اگر شما قدرت تصمیم گیری در مورد اون شخص رو داشتید، چه راهکاری براش در نظر می گرفتین؟ اعدام، مرگ آرام، درمانش، استفاده چند دانشجوی روانشناسی روانپزشکی در دانشگاه و تحت الحفظ قرار دادنش، چه تصمیمی رو در مورد این انسان می گرفتین؟ این برای سوال آخر که بعدش هم برنامه به شما برسیم. خیلی متشکرم از سوالی که کردید. من به شخصه با مجازات اعدام موافق نیستم و فکر میکنم اعدام و حذف فیزیکی افراد چاره کار نیست. کاری که من میکردم اگر این اختیارات رو داشتم، ابتدا پژوهشی رو بسیار ژرف در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی این فرد انجام میدادم تا دقیقاً بفهمیم که چه علل و عواملی باعث شده که ایشون به جایی برسه که دست به قتل بزنه و یک تعدادی از افراد رو در واقع بکشه. بعضی از اون عوامل رو میدونیم، احتمالاً زمینه ژنتیکی بوده، ایشون در خانواده بزرگ شده که پرخاشگری بسیار رایج بوده، قبلا در جنگ بوده و میدونیم که جنگ میتونه عوارض روانشناختی ایجاد بکنه برای افراد، سابقه رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کارش رو هم داشته که اون هم قابل توجه است. یه سری رو میدونیم، یه سری عوامل رو میدونیم، ولی بسیاری چیزها رو نمیدونیم و این مثل یک معماست، مثل یک رازه. من فکر میکنم بهترین تصمیم میتونستیم باشه که از وجود ایشون به عنوان یک زمینه پژوهشی استفاده بکنیم. دانشجویان، اساتید، اهل فن روی زندگیشون یک مطالعه جامعی انجام بدن و بتونیم به جایی برسیم که از بروز موارد مشابه پیشگیری بکنیم. چون من خودم وقتی فکر کردم، من خودم با اعدام موافق بودم، ولی نه اعدام خشن، اعدامی که ظرف یک دقیقه چند تا سرنگ تزریق بشه و این طرف خواب بره و خب ما نداشته باشی بشین آدم، چون میگیم یه قاتل بلفطری قاتل بلفطر است. جانم خیلی جان، قبل از اتمام برنامه من یه سوالی از مزدک عزیز بپرسم. حتما. مزدک جان، شما در دوره‌ای که در ایران هم تشریف داشتی و همین کار روان درمانی تو انجام میدادی، مطبت هم من یادم اکباتان بود تو جایی، هنوز هم هست، هنوز هم فعاله در ایران. بله، ما یه مرکزی داریم که در شرک اکباتانه و الان همکاران ما اونجا دارن کار میکنن به نام مرکز مشاوره مهدیان. بله. بسیار عمالی. آیا سیستم قضایی ایران، دادگاه های ایران از مشاوره روان پزشک یا روان درمانگر استفاده می کنند و میزان این استفاده چقدره؟ یعنی میتونه تأثیری روی حکمی که قاضی قراره بده بذاره یا نه به واسطه بحث قضاوت دینی و بحث شرعیات اسلامی نمیتونن تأثیر چندانی داشته باشن؟ دقیقا سوالی بود که من میخواستم الان بپرسم. واقعیتش اینه که در واقع سیستم قضایی کشور ما از متخصصین بهداشت روان و پزشکان هر دو استفاده میکنه، منتها این استفاده به نظر من محدود هست.
و این استفاده باعث خیلی گسترده تر بشه. اونا زمانی که چنین مواردی رخ میده فرد رو میفرستن به پزشکی قانونی و در پزشکی قانونی پزشکان متخصص بهداشت روان فرد رو بررسی میکنن. اشکالی که وجود داره و شاید باعث روی این قضیه کار بشه اینه که اطلاعات به سایر متخصصین خیلی منتقل نمیشه یا خیلی جنبه پژوهشی به خودش نمیگیره، فقط مختص به در واقع این هستش که اونا بتونن به حکم نهایی برسن و بتونن بگن که فرد آیا مسئول اعمال خودش هست یا نه. چون همونطور که میدونید فرد رو زمانی میشه مجازات کرد که مسئول اعمال خودش باشه. عمده کاری که انجام میدن برای رسیدن به این نتیجه‌گیری هست، ولی به نظر من این بسیار محدوده و خیلی بیش از این بایستی سیستم قضایی ما با در واقع متخصصین بهداشت و سلامت روان ارتباط بگیر. سپاسگزارم. سوالی که میلاد پرسید و من در ادامهش میخواستم اینو بپرسم، دقیقا همین سوال میلاد بود که چون باعث میشه که شما الان خشم در فرزند اون سعید حنایی، در پسرش خشم وجود داره که پدرم رو کشتن، در بچه‌هاش خشم وجود داره به جز همسرش که دیگه اصلا رغبتی نداشت، در مادرش خشم وجود داره، این خشم هم در آینده میتونه بعدن فوران بکنه به نظر من. البته این نکته رو من توضیح بدم، خشم یک احساسه و پرخاشگری یک رفتاره. هر خشمی به پرخاشگری منجر نمیشه. همه ما خشم رو تجربه میکنیم حتی به صورت روزمره. به عنوان یک انسان بالغ و سالم باید یاد بگیریم چگونه خشم رو مهار کنیم، چگونه کانالیزش بکنیم به گونه ای که به خودمون و دیگران صدمه ای وارد نشه. سپاسگزارم از لطفتون، خیلی متشکرم، ممنونم که تشریف آوردین. مرسی میلاد عزیز. و اینکه این برنامه ها ادامه خواهد داشت، اگر صحبت پایانی هست بفرمایین، اگر نه که خداحافظی بکنیم و فکر می‌کنم از یه 50 دقیقه بحث شیرین و خوبی داشتیم و ما هم خیلی یاد گرفتیم. من در خدمتتون هستم. اگه سخن پایانی هست بفرمایید، من و در خدمتتون هستم. من یک بار دیگه تشکر می‌کنم از این فرصتی که به من داده شد و تشکر می‌کنم از صبر و حوصله مخاطبین برنامه و امیدوار هستم با این گونه برنامه‌ها ما بتونیم از بروز حوادث مشابه پیشگیری بکنیم و سطح دانش عمومی رو ارتقا بدیم. سپاسگزارم از لطفتون که حضور پیدا کردید. میلاد عزیز برای صحبت پایانی. منم خداحافظی میکنم از مخاطبین عزیزمون که طبق معمول پرگویی های من رو تحمل کردن، از شما دو دوست عزیزم، و این مژده رو میخوام مخاطبین گل و خاصمون بدم که ما از دکتر عزیزمون، دکتر پورجعفر عزیزمون، این قول رو گرفتیم که برای مرحله اول تعداد شاید 10 تا 5 تا 10 تا فیلم شاهکاری که در ژانر روانشناسی ساخته شده در سینمای جهان و ایران رو بشینیم بررسی کنیم. حالا بنده به عنوان متخصص بحث قسمت سینمایی و هنریش و مزدک عزیز به عنوان روانکاوش و مهدی عزیزم که استاد ما هستش اینجا و برنامه رو می‌گردیم و بتونیم این کار رو انجام بدیم که فکر می‌کنم مجموع برنامه های جذاب و خوبی بشه. حتما علی و نازگل و کامبیز هم خواهند بود. اگر دوستانی هم دوست داشتن که تخصص این رو داشتن که تو برنامه ما باشن، حتما با ما تماس بگیرن. توی دیسکریپشنمون اطلاعات تماس هست. ما طی یه بررسی حتما میتونیم که توی دقایقی توی این جمع داشته باشیم، ایشون سوالاشون رو حضوری مطرح بکنن، ما در خدمتشون هستیم. سپاسگزارم از لطفتون. شب و روزگارتون خوش. امیدوارم که لذت برده باشن دوستانمون در سینما دکوپاش. شب و روزگارتون خوش. متشکرم.